دکتر صاحب با عرض سلام، از این که در برنامه تشریف آورید خوش آمدید میگم و یک عنوان بیماری داریم که قدر در بین مردم آشنا نیست به نام نیروویروس. این نیروویروس چی نوع بیماری است؟ با عرض سلام خدمت شما و تمام بینده های تلویزیون تمدن، از این که ما را دعوت کردین که روی یک بخش بیماری که روی همه اثر ماندن از نظر اپیدمی و پاندمیک در باره صحبت کنیم، یکی که ای به نام نورو ویروس است. نورو ویروس از نظر تعریف یک ویروس است که تمام جهانگیر شده و یک شکل زنجیری تک زنجیری از یعنی به نام سنگل استرین که ای را به نام استفراغ مرض استفراغ زمستانی نیزیاد میکنن که اولین بار در شهر امریکا در شهر نورواکزی ای پیدا شد و مجدد دانشمندان متوجه شدن که ای برخلاف دیگر ویروس ها که شامل رینو ویروس و روتا ویروس هستن، اینا میتونن که یک مرض دیگر را بار بیارن که با نام استفراغ زمستانی یاد میشن. بر علاوه استفراغ زمستانی ای میتونه که یک پیچش حاد پیچش و یا اسهال حاد را بار بیاره و همچنان دردهای عضلانی، دردهای سردردی و تمام تب هم میداشته باشه که ای را پیدا بکنه. از نظر تشخیص تفریقی ما گفتیم که خود ویروس نورو یک ویروس تازه است که در بین مردم رایج نبوده و امانا گفته میشه که در ویروس ها هم این نورو ویروس شیوع پیدا کرده و مردم در کشور ما؟ بله در کشور ما هم رایج شده که شامل اعراض مانند اسهال شدید و استفراغ جهنده، سردردی، دردهای عضلانی اینا باشه. خود ویروس نورو این دکتر صاحب یک بیماری سیستم هضمی است. یک بیماری سیستم هضمی است که برخلاف نورو رینو ویروس و روتا ویروس این میتونه که امراض دیگره که مانند اسهال شدید و همچنان استفراغ شدید باشه و دردهای که شامل این نشانه ها و اعراض علائم میشه اعراض علائم میشه که را پیدا بکنه. خود ویروس همانا گفتیم که خود ویروس یک میکروب است که در تمام جهان پیدا میشه. از نظر اپیدمیک و پاندمیک ما گفته میتونیم که این پاندمیک شده و خود نورو ویروس شامل از این است که در تمام موجودات زنده چی از موجوداتی که پروکاریوت باشه و چی یوکاریوت باشه، یعنی یوکاریوت کسایی که شامل حیوانات باشه، نباتات باشه، اینا را شامل حمله خود قرار میده و جمله پروکاریوت ها که میتونه شامل تمام باکتری ها را نیز این مورد حمله خود قرار بدن. ما گفته میشه که یک جمله نورو ویروس ویروس های هستند که در پروتین های خود پروتین های یک شاخصه دارند که این پروتین های یک شاخصه از این پوشیده شده و میتونه که تمام موجودات یوکاریوت و پروکاریوت ای مصاب بسازن. دکتر سیم بارز مذرت، این نشانه ها و اعراض علائمی که یادآوری کردین با اسهالات های باکتریایی میدی میایی چی تفاوت با هم داره؟ خب و اعراض علائم اونام اسهال استفراغ دارن، اینام دارن و التهاب معده و روده، سایر التهاب معده و روده با هم میزبانی اعراض علائم است و شما یادآوری کردین که مثلا تشخیص تفریقی با این بیماری های سیستم هضمی چطور تشخیص تفریقی شود؟ گفته میشه که خود پیچش ها یا اسهالاتی که از سبب دیگه میکروب ها پیدا میشه، مثلا روتا ویروس هستن که اونام سیستم هضمی را مشکلش پیدا میکنه و همچنان شیگیلا و بعض امراض سالمونلا هم اونا پیچش و گپا دارن، اما با تفاوتی که خود نورو ویروس میتونه یک پیچش یا اسهال شدید داشته باشه در بالوی از او، یک استفراغ جهنده مانند مننژیت یک استفراغ جهنده داره که استفراغ دور پرتاب میکنه و همچنان سردردی های شدید داره، دردهای عضلانی داره و بیشتایی بسیار فوق العاده شدید داره که این میره وقتی که استفراغ جهنده داشت مانند مننژیت گفته میشه که خود از یک نورو ویروس است. حتما ما صد گفتن
بالاخره میدانیم که خود نورو ویروس همی باشه. با وصفی که ما میفهمیم که خود نورو ویروس همینطور یک اعراض را می داشته باشه، اما باید ما کمک بگیریم از پاراکلینیک که در قسمت تشخیص از این را یاری برسانند. مثلا گفته میشه که خود نورو ویروس ها یک ویروس های هستند که از سنگل استرین اینا دارن، باید اینا از نظر تشخیص با ماشینالات مانند PCR و ایلیزا اینا معاینه شوند تا که برای ما تثبیت شوند که این خود نورو ویروس ها موجود هست. خب یک خوبی دیگه داره خود نورو ویروس که مدت زیاد دوره تفریق خیلی زیاد نمیمانه، از 24 تا 48 ساعت دوره تفریق خیلی هست، نظر به ویرولانس یا قدرت مرضی خود مرض که میتونه برای مریض مرض را تولید بکنه، اینمی خود نورو ویروس است. نورو ویروس در 24 تا 48 ساعت دوره تفریق داره که بعد از اون در 3 روز ای آیسته آیسته رو به بهبودی میره. یعنی شدتی که استفراق استحلال گفتی در دی حال نمیمانه؟ در حالت نمیمانه و خود به خود احتمال داره که رو به بهبودی بره. تا 48 ساعت خود این مرض شیوع پیدا میکنه و به حد اعظم خود میرسه و بعد از اون بعد 48 ساعت شروع میکنه به رکود شدن و بعد 72 ساعت این خود مرض ناقل شده میتونه، مریض است اما اونطور شده را که داشته باشه نداره، بعد از اون ناقل شده میتونه، میتونه که انتقال مرض را به دیگر اشخاص انتقال بده. بعد از 72 ساعت ای که خود ناقل مرض شد، این انتقال از زیره توسط چی پیدا میشه؟ وقتی ما گفتیم که خود سرایت مرض چطور پیدا میشه، چطور انتقال میکنه به دیگران، از نظر فکر اورال است، ماننده که از نظر مستقیم و غیر مستقیم. مستقیم از شخص به شخص میشه که انتقال بکنه. مثلا در فصل زمستان طوری که از نامش پیداسته که بگ ومیتینگ وینتر، یعنی که مرض استفراغ زمستانی در یک محیطی که محیط سرد است، چقدر تجمع زیاد باشه به مو اندازه در اینجا شیوع مرض زیاد میشه، به خاطر از اینکه شخص مستقیما به تماس هستند. و نظر از اینکه کسایی که میرن به توالت تشناب میرن، بعد از تشناب دوباره دستای خود با آب و صابون بشویند، اگر نشویند اینمی میتونه که به شکل غیر مستقیم این پخش شود به محیط. خب دکتر صاحب، در شروع زمستان قرار داریم و یه نظر به ما تعریفات که شما کردین اسهال یا استفراغ زمستانی یادآوری کردین، به خاطر که بین حتی افراد مسلکی ما این مشتبه نشوه و مردم عوام ما خوبتر بدانه، اینطور مردم فکر نکنه که این مسمومیت غذایی است. یک مسمومیت غذایی ممکن اوقدر خطرناک برای خود فرد ممکن خطرناک باشه، اما برای فرد مقابل ممکن خطرناک نباشه، یک مطار اگر حفظ مراعات صحی خود انجام بده. چقدر خطر داره نسبت به سایر امراض معده مایعی که ویروسی است؟ ویروسی نسبتاً به سایر بیماری ها خطرناک است. همونطور که از نام از این پیداست به نام مرض استفراغ زمستانی، از نامش پیداست که خود این ویروس نورو میتونه که در محیط داخلی سیستم هضمی در ناحیه جیجنوم اونجا انزایم را افراز بکنه که در اونم اونجا کل انزایم های خود جیجنوم یا امو روده کوچک اینجا مصاب میشه و آهسته آهسته رشد میکنه، در اونجا رشد خود ادامه میده. و خوبی کار در اینجا است که مدت زمان ازی بسیار کوتاه هست، یعنی بین 48 تا 72 ساعت. در 48 تا 72 ساعت این میتونه خودش دوباره صحت یاب بسازه، اما صحت یاب کامل نیست، میتونه که ایره ناقل بسازه. خود شخص مریض نیست اما ناقل هست، مریضی از پیشش دور شده، اما چیزی که پیششان موجود است او انتقال مرض است. خود دکتر صاحب محترم در این قسمت متوجه باشند که خود استفراغ زمستانی یا نورو ویروس خودش سیستم تنفسی را مصاب نمی کنه، سیستم بولی را مصاب نمی کنه، تنها چیزی که هست اینا در قسمت سیستم هضمی اینجا را مختل می سازه. اینجا که مختل شد دوباره این حالت استفراغ بار میاره، به خاطر از اینکه چیزی که محتویات که در روده و میده هستن در قسمت میده هستن اونا را دوباره بکشن بیرون.
وقتی اونا را بیرون کشیدن میدانه که اینا شخص نسبتاً صحتیاب شد. اگر خود شخص هم متوجه از این حالات خود نشود با دکتر صاحب اونا مراجعه بکنن، دکتر صاحب خود میدی از این توسط انجی تیوب اونا را خالی بکنن، یک مقدار مریض سبک میشن. زمانی که مریض از حالات خود ویرولانس میکروب کم شد، مقدار مریض در وجود مرض در وجودش کم میشه، اون موس که مریض به طرف صحتیابی میره. دکتر صاحب چطور متوجه شوند که آیا اینمی یک سیستم هضمی یا مسموم شدن است و یا ایست که این یک نورو ویروس است؟ نورو ویروس چند حالات خاص داره بر خود. اولی که یک استفراغ بسیار جهنده داره، استفراغش دور میپره، بعد از او اصالات شدید داره، میتونه که اصالات بسیار شدید داشته باشه، دردهای عضلانی بداره، تمام وجودش درد میکنه، سردردی بسیار شدید داره، تب بسیار بالا داره. که در مسمومیت این حالات را نمی داشته باشه، در مسمومیت فقط میشه که یک اسهال داشته باشه همراه با استفراغ دیگه، این تو دردهای عضلانی از این نسبتا به اوش شدید نیست. اما خوشبختی در اینجا است که ما زود متوجه میشیم چطور در بین کدام افراد این رشد بالاتر داره. در بین افرادی که سنشان خرد هستند، یعنی که در پایین 12-14 سال در سن صنف 5-6 مکتب، اینا رشد بالاتر دارند. چرا که گفتیم که در محیطی که بیریبار زیاد باشه، مثلا در مکتب ایشوی بالا داره، در شفاخانه ها ایشوی بالا داره، در کودکستان ها ایشوی بالا داره، در کورس ها، در کودکستان ها ایشوی بسیار بالا داره. هر وقت متوجه شدیم که اینمی طفل ما رفته برای مکتب، در کودکستان، در کورس، در جای ورزشگاه هایی که مزدحم هستند و در ملی بس، اینا حمام، حمام اونا میدونن که در اونجا این مرض را کسب بکنن. پیشتر هم ما گفتیم که این خود مرض به سه حالت اینا پخش میشه به محیط. یکی به شکل مستقیم است که از فرد به فرد تچ سیستم است که پرسن تو پرسن میگن، یکی به شکل غیر مستقیم است که فکر اورال است که زمانی که شخص مواد غایطه را پاس میکنه، اونو مواد غایطه از زیر دستای خود نمیشوین، یا اگر شسته باشن هم ناقص شستن، باید تمام مواد انتیسپتیک باید موجود باشه، چرا که دستای خود بعد از شستن از تشناب رفتن که باید دستای خود بشوین. همانا ما تمام ویروس ها را گفتیم که دستای اینا باید شسته باشن همراه آب و صابون و تمام محیطی که در دور بر از اینا هستن، اینا را میدونن که سانیتایزر استفاده بکنن. سنتزر مانند چی هست؟ سنتزر مانند بلیچ هست، اما سفید کننده یا کلورین هست و از طریق الکل هم میتونن استفاده بکنن. برای سنتزر هایی که در دستشان هستن از الکل و صابون، و سنتزر هایی که در اطراف ما هستن میتونن که از بلیچ یا هم سفید کننده مای کلورین از اونها استفاده کنن. و از طریق سیوم ازی که میتونن به محیط سرایت بکنن، این است که ایروزول تشکیل میده. همین خود مواد غایطه یا چیزایی که زیادتر بحث مسئله مواد غایطه است که از انتشار مرض صورت میگیره، این پخش میشه، اونم پخش از این توسط هوا میه بیرون، گرد و خاک، گرد و خاک امیده به محیط دیگه انتقال میدن. جهان سپاس دکتر صاحب از اینکه در برنامه حضور پیدا کردین. موفق باشین دکتر صاحب. تشکر.